هموطن عزیز، بینندگان گرامی، با سلام خدمت شما. امیدوار هستم هفته خوش و خوب را سپری کرده باشین، روزها و هفته های خوش هم در پیش داشته باشین. هموطن عزیز، باز هم یک دنیا تشکر و سپاسگزار از فرد فرد شما هموطنان عزیزی که در هفته های گذشته باز هم در فیسبوک و همچنان فیسبوک حالا یک مسئله شده که بیخی عام شده، باید بگویم هموطنان عزیز و دوستای خوب ما در فیسبوک و همچنان در ایمیل و تلفن لطف و مهربانیشان همیشه با ما بوده و باز هم ما را از لطف خود مستفید ساختن یک دنیا تشکر میکنم و سپاسگزار فرد فرد شما. فقط از این طریق میتونم بگویم که از شما ممنون هستم، تشکر یک دنیا. خب هموطن عزیز، باز هم طبق معمول ما سه آهنگ باید پخش میکردیم در شروع برنامه که باز هم در امروز نشد که از بخاطر زیقی وقت که هر سه آهنگ پخش بکنیم، ولی آهنگی که همیشه در آخر از این سه آهنگ می باشه آهنگ از احمد ظاهر مرحوم، نمیشه آدم بگوی مرحوم چون و احمد ظاهر هیچگاه نمرده. احمد ظاهر همیشه در قلب فرد فرد هموطنان ماست و چون فردا هم روز سالگرد تولد احمد ظاهر است و همچنان تولد دیگرش، یعنی بعد از ای که از جمع ما رفته ولی همیشه در قلب هموطنان خود است و همیشه احمد ظاهر جاودان است و ای اسطوره موسیقی کشور ما در قلب فرد فرد هموطنانش همیشه است. چون فردا سالگرد تولد و رفتن از ای جهانش هست، ما تبریک میگم سالگرد احمد ظاهر، چون سالگرد احمد ظاهر با از دنیا رفتنش یک جا بوده و این خودش یک حادثه است و این حادثه البته باید ما امشب یک برنامه اختصاصی برای احمد ظاهر می داشتیم که خب انشالله خاط گرفتیم این برنامه را، ولی خلیجان راغب فردا شب که هموطنان ما فراموش نکنند برنامه پنج ستاره را اختصاص دادن برای یاد بود از هنر والای احمد ظاهر که هموطنان ما فراموش نکنند فردا پنج برنامه پنج ستاره را که خلیجان راغب برای احمد ظاهر یک برنامه اختصاصی داره و همچنان یاسمین جان بر روز چهارشنبه برای احمد ظاهر یک برنامه اختصاصی و گلخوشه ها هم در هفته آینده انشالله. خب هموطنان عزیز، چون وقت ما هم یک کمک ناوقت شد با معذرت، امشب برنامه گلخوشه ها را خدمت شما تقدیم میکنیم که امیدوار هستم تا پای برنامه با ما باشین، چون برنامه جالب و خوب خواهد بود. امشب در گلخوشه ها ما دو گله گلخوشه های هنر موسیقی کشور خود داریم، البته با نام این هنرمندای عزیز ما هموطنان ما آشنا هستند، با کارهایشان، با هنر والایشان و همچنان با نام فامیلی هنری ای هنرمند گرامی استاد جلیل زلان همه آشنا هستند. در گذشته ها می گفتند در جهان سه فامیل هنری است که فامیل راج کپور و مایکل جکسون و فامیل زلان و ای ثابت هم است که استاد جلیل زلان با ای که خودش از انجره طلایی برخوردار بود، هنر والا و هنرمند اسطوره‌ای کشور ما بود، ولی خوشبختانه که در فامیلشان هم همه هنرمند هستند، هنرمندای بسیار خوب و والا. برای اولین بار است که در گلخوشه ها ما این دو هنرمند خوب داریم، سوهیلا جان زلان و شلا جان زلان. بسیار زیاد خوش آمدین به گلخوشه ها و به تلویزیون آرینا فرانسه. آمدن شما را خیر مقدم میگم. تشکر شکیب جان گل. من خودم به نوبه خود سلام خدمت شما و سلام خدمت تمام بیننده های گلخوشه ها که یکی از بهترین پروگرام های تلویزیونی است میرسانم و امیدوار هستم که در هر جای از دنیا که تشریف دارن خوب و سلامت و خوش و سرفراز باشن. و ناگفتن ببخشم، ناگفتن همونه که من به نوبه خودم تولد جاودان صدای افغانستان احمد ظاهر و تمام دوستداران صدای مقبولش تولدش را تبریک میگم و رفتنشان متاسف هستیم. خب هنرمند هست که احمد ظاهر
بالمدار در قلب همه است و ای که در جمع ما نیست ولی آوازش همیشه در قلب همیشه زنده است. سلام جان. جان از شما آقای علومی این گفت حتما در شما یک نقل بسید. تشکر میکنم از شما که تو یک موقعیت فراهم کردین که بعد سالهای سال ما بیاییم و در پروگرام که راستی ما من خودم بسیار زیاد پروگرام شما را دوست دارم و همیشه میبینم. تشکر میکنم که تو یک موقعیت فراهم کردین که ما همراه سایل جان خواره یک جای باشیم و همراه بینندگان عزیز ما در هر جایی که هستن از افغانای عزیز ما که در هر کجای دنیا هستن انشالله که سلامت باشن، خوشحال باشن و میاله که هم یکی دیگه هستیم انجوی کنیم و خوشحال باشیم و لذت ببرن از پروگرام. بسیار خب، من نمیخوام که زیادتر گپ کشحال بسازیم. بله. بر صورت شما سویلا جان و همچنان سویلا جان زلان خب تقریبا 6-7 سال یا 10 ساله بله. استراحت کردن، هیچ آهنگی نداشتن. شما هم همچنان استراحت ما بسیار طولانی بسیار ولی یه خوشبختی دیگه است که شلا جان با یک آهنگی که بعد از یک سکوت طولانی یک آهنگ بسیار مقبول را برای هموطنانشون تقدیم کردند که بله. او آهنگ آهنگ روز شد. بله. و این آهنگ البته آهنگ روز به خاطر شد که همیشه ما گفتیم که یک صدای خوب با یک موزیک خوب با یک تنظیم خوب و کمپوز خوب میتونه که یک آهنگ خوب باشه. بله. اگر این گروپ با هم کار نکنن مشکل است که یک آهنگ خوب باشه و همیشه ما تلاش ما همی است برای جوانای ما که کوشش بکنن که با یک گروپ به اصطلاح اینجا پروفشنال پروفشنال کار و همچنان وقتی که آهنگ شلا جان ما پخش کردیم گفتیم که شلا جان بایی که خودش یک کار خوب کرد با آواز خوب خود یک خوبی دگام کرد که هنرمند والای هموطن ما را که کمتر هموطنان ما آشنا بودن با این کار با فرید جان زلان که افتخار موسیقی شرق است و این هنرمند عزیز پایش به جامعه افغانی و این جای خوشبختی است. در صورتی آهنگی که تشکر از اینکه شما قطاریفی به خاطر که فرید جان کارش راستی فوق العاده است همونطور که همگی میفهمن و این باعث شد که این آهنگ به اصطلاح به وجود بیاید. فرید جان یکی از یک شخص شعر همی آهنگ رایی میکنند بر فرید جان و فرید جان و زندگی همی خان مرحوم نادی و انجمن برشان مفصل برشان نوشته میکنن همراه با شعر و ما قبل از او به اصطلاح خواندن که هست مسئله 3-4 ماه پیش نیست که ما این آهنگ درست کردیم. این آهنگ تقریبا 3 سال پیش این آهنگ به اصطلاح شروع شده بود و به دلایل که شما خودتان میفهمین به خاطر پدرم و چیزایی بود که آفنان آفنان و من خواهش کرده بودم از فرید جان که تو یک آهنگ برام بتن که من بخونم و فرید جان این آهنگ شعر برام آوردن گفتن که اینی خواندن است من میخوام اینو برات درست بکنم و اون بود که سر از این خواندن بسیار زیاد کار کرده و تمام این آهنگ از خواندن که من خودم خواندیمش همه چیش من کردیتش بر فرید جان میتونم چون فرید جان کوچ من بود یعنی فرید جان در استدیو همراه من بود و برام میگفت که چه رقمی بخون و این مخصوصا من این را میگم بخاطر که جوانای ما باید یک نفر یک کس در زندگیشان باشه که اینا رو کوچ بکنه و بتونه که یک کار خوبتر یک کار بهتر که ماندگار باشه بمانه و من از فرید جان برادرم بسیار زیاد تشکر میکنم که اینقدر زحمت کشیدن برای من و این کار را انجام دادن. آهنگ مقبول بود، آهنگ بود که آهنگ خوب همیشه آهنگ روز میشه مالمدار خواهی نخواهی میشه و او آهنگ خوب بوده یقینا همه هموطنان ما هم ایره هر روز تقاضا میکنن که آهنگ پخش شد. شما هم آهنگای مقبول خود سویلا جان هم که از امو آهنگ معروفتان عاشق شوی راه دلت گفته نتانی آیا از این کدام خاطره داره؟ خاطره که اونمو خاطره ایش است که
آهنگ براستی و آهنگ را که شما با احساسی که در اون زمان خواندن در تلویزیون بله و آهنگ را که شلاجان خواندن در این آهنگ آخر جدیدشان بله. با می احساسی که خواندن بسیار عمیق داخل از اون شعر شدن بله. بله دیگه خاطره که خاطرش اینمیست که یه آهنگ از پدرم از پدر بزرگوارم که یادش بخیر من میشه میگم روحش شاد باشه یادشان بخیر رویشان شاد باشه در بین ما نیستن ولی وجود دارن پیش ما در قلب ما و میفهمم که در قلب میلیون ها افغان و دوست دارن صدایشان پدر ما زنده است و خوشبختی من اینمیست که خاطره خوشی که من یه آهنگ از رادیو شنیدم به صدای بابیم و به مکتب من بودم و این کنسرت های مکتب بود اینا بعد من بابی من گفتم که بابا جان این آهنگتان مقبول است اینا حتی شکیب جان باور کنه که من مانای شعرش به اون صورت نمیفهمیدم که مثلا میگه که وقت عاشق شوی رازی دلت گفته قطانی چه خزر من گفتم این برای کی چی میگه اینا حالا بسیاری سوال میکنه که مثلا عاشقا چی شدن و چطور چی کار ولی نه او در سال بودم که عاشق خانواده بودم عاشق مردم بودم و شعرش هم شکیب جان نگفته نمونه از آقای عبدالله شادان است که نباید نگفته بگذاریم که بهترین شعره و این خاطر این آهنگ هم عبدالله جان خودشان میفهمند که بابیم بیان کمی آهنگ رو بشنویم ای جان بشنویم یه آهنگ کمبتنان ما هم تجدید خاطره بکنیم بله وقت عاشق شوی آهنگ